بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی. امیدوار هستم که همه شما جور و صحتمند باشین و انشالله آماده و سرحال تا یکی دیگه از درسهای بیولوژی صنف هشتم را به شما شاگرده گرامی تقدیم بکنیم. بحث ما در رابطه با ویژگی های حیوانات هست و فصل چهارم را مرور میکنیم که طبقه بندی حیوانات هست. در ادامه طبقه بندی حیوانات رسیدیم به حیوانات فقاریه که دارای ستون فقرات هستند. بعضی از ویژگی های عمده شان را برای شما در درس قبلی بیان کردیم و گروه های اصلی این موجودات گفتیم که گفتیم موجودات فقاریه شامل 5 گروه اصلی میشن که عبارت باشن از ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان، پرندگان، پستانداران. و عالمی هم به سراغی که ماهیان را برای شما معرفی کنیم، ماهیان دارای چه ویژگی هستند و کدام انواع را دارند. ماهیان در حقیقت 3 نوع عمده هستند که ماهیان بی‌علاشه، غضروفی و همچنین ماهیان استخوانی هستند. پس یک طبقه بندی کلی داریم در ماهیان که به 3 گروه عمده اینا را تقسیم میکنیم. ماهیان بی‌علاشه هست و ماهیان غضروفی هست و ماهیان استخوانی هست که بر اساس ویژگی عمده از اینها میتونیم به این 3 گروه عمده ماهیان را طبقه بندی بکنیم. یعنی بسیار ماهیان بی‌علاشه که چه ویژگی دارن؟ اینها ماهیان بی‌علاشه ماهیان هستن که دارای پوست لغزنده و لشن میباشن. پس یکی از ویژگی های اینها این هست که پوست لغزنده دارن، لشم هست پوستشان. و ویژگی دیگه شان نیست که بدن اینها معمولا طویل و دراز می باشه و قسمت دهن اینها به شکل گرد و مدور می باشه و همچنین ویژگی دیگه شان بی‌علاشه بودن اینها هست. پس بدن طویل یکی دیگه از ویژگی هایشان هست. ویژگی دیگر اینها هست که گفتیم دهن گرد دارن، اصطلاحاً دهن گردان هم به اینها میگن. و ویژگی دیگه شان نیست که اینها علاشه ندارن. اینها ویژگی های عمده ماهیان بی‌علاشه هست که بعضی ویژگی دیگه شان براتون بگم که دیگه مشخص بشه که اینها داره کدام ویژگی ها و ساختارهای اصلی هستن. ماهیانی که در گروه ماهیان بی‌علاشه هستن اینها معمولا شهپر ندارن و شهپرهای جانبی در اینها وجود نداره و اسکلتشان البته شهپر دارن، شهپرهای جانبی که در دو طرف بدنشان هست وجود نداره. اسکلت اینها هم که اسکلت داخلی دارن از جنس غضروف هست نه استخوانی. دو نمونه مشهور در این ماهیان، ماهیان لمپری و هاگفش هست. ماهی لمپری و هاگفش دو نوع بسیار مشهور از ماهیان هست که شامل ماهیان بی‌علاشه هست. خب ویژگی اصلی دارتان هست که میان به سراغ ماهیان غضروفی که اینها داره کدام ویژگی هستن. برعکس ماهیان بی‌علاشه، ماهیان غضروفی دارای علاشه کامل هستند و علاشهشان فعال هم هست و اینها شناوران بسیار قوی در داخل آبها هستند. ویژگی دیگرشان این است که با نمو بدن غضروف ها تبدیل به استخوان نمیشن و در همون حالت غضروفی بدنشان معمولا باقی میمانه و اکثر این ماهیان از نظر روش تولید مثلی تخم گذار هستند و بعضی از نمونه های ماهیان غضروفی هم وجود داره که تخم نمیگذارن بلکه چوشزا هستند. نمونه های مشهورش شارک و ری هست. نمونه بارز این ماهی ماهی شارک و ماهی ری هست. این ها ماهیان هستن که عرض کردیم غضروفی هستن، به این معنا که اسکلت بدن اینها به مرور زمان و با نمو بدنشان تبدیل به استخوان نمیشه. خب شارک که براتون نام گرفتیم، ماهیان شارک از جمله بزرگترین و از کنیم که عظیم و جسترین ماهیان دریاها می باشن که بعضی از اینها بدنشان هم از فلس پوشیده شده. و ماهیان استخوانی رو براتون معرفی میکنیم که تعداد بیشتر ماهیان که شما با اونها آشنا هستین و معمولا دیدین ماهیان استخوانی هستن که بزرگترین کلاس ماهیان رو هم اینها میسازن. نمونه های بارز از اینها هم ماهیایی است که شما در شهر میبینین و میخورین و به عنوان غذا از اونها استفاده میکنین. ماهیان طلایی، شیر ماهی، مار ماهی، ماهی لقه و ماهی خالدار، اینا انواع متعدد از ماهیان استخوانی هستن. ویژگی اصلی ماهیان استخوانی شاگرد عزیز این است که
اینها اسکلت استخوانی داخلی می داشته باشند و جسمشان یعنی پوشش بدنشان هم از فلس ها هست، دانه‌های گرد که شفاف هست و در بدن اینها چسبیده، که شما دقت کردین که ماهیان را وقتی میخوان بخورن اول فلس هایش را میکنن و تراش میکنن. پس ماهیان استخوانی دو ویژگی عمده را برای شما عرض کردیم، که اینها اسکلت ساخت و اسکلت استخوانی دارن، اسکلت از اینها استخوانی هست و ویژگی دیگه‌شان این است که بدنشان از فلس پوشیده شده، که گفتیم فلس ها همو ساختمان های گرد رنگ گرد شکلی هستن که به شکل شفاف هستن و بعد اینها را پوشانده. خب بخش دیگر از ماهیان، ماهیان براتون عرض کردیم و در حقیقت هر سه بخش اصلی ماهیان که بیالاشه غذافی و سخانی بود تشکر کردیم. این به سراغ یک کلاس عمده دیگه، یک گروه عمده دیگری از موجودات فقاریه که عبارت باشه از ذو حیاتین، موجوداتی که دارای دو نوه، یعنی صاحب دو نوه حیات هستن، یا امفیبیاس به اسم میگم، موجوداتی که شامل گروه امفیبیا هستن یا ذو حیاتین هستن. حیوانات ذو حیاتین، شاگرد عزیز، به حیوانات ما میگیم که حیات خود را اینها، بخشی از حیات خود را در آب سپری میکنن و قسمت دیگر از حیات خود را بعدن روی خشکه ادامه میتن. در حقیقت از آنجایی که موجودات ذو حیاتین هم در آب و هم در خشکه میتونن زندگی بکنن، یا ای که بخشی از حیات خود اول در آب و بعد ادامه حیات خود در روی خشکه سپری میکنن، ما اینها را ذو حیاتین میگیم. معمولا این موجودات زمانی که در مرحله اول زندگی خود در آبها زندگی میکنن به شکل لاروا هستن که دارای برانشی هستن، یعنی میتونن از اکسیژن منحل آب استفاده بکنن. در مرحله بلوغ بعدن برانشی اینها تبدیل به شش میشه و به همین خاطر میتونن که از اکسیژن موجود در هوای آزاد بتونن استفاده بکنن. ویژگی های دیگر ذو حیاتین شاید عزیز این هست که حیواناتی که در ذو حیاتین هستن اینها معمولا بدنشان یا جلدشان شفاف هست، نازک هست و همچنین بدنشان برعکس ماهیان هیچ گونه فلسی نداره و بدون فلس میباشه بدنهایشان. خب نمونه بارز از ذو حیاتین میتونیم بقه ها را بگیم. بقه ها موجودات هستن که تمام این ویژگی ها را که تا حالا گفتیم دارا هستن. بقه ابتدا تخمش به لاروا تبدیل میشه و لارواش در داخل آب مدت زندگی میکنه تا اینکه رشد میکنه و کم کم دم پیدا میکنه و نهایتا برانشی او تبدیل به شش میشه و بعد میتونه که در خشکه هم زندگی بکنه. بسیاری از گفتیم بقای بالغ میتونن که حتی با پوست بدن خود هم تنفس بکنن، علاوه بر سوراخ‌های تنفسی که دارن و در خشکه میتونن تنفس بکنن، از طریق جلد مرطوب خودشان هم میتونن که تنفس جلدی داشته باشند. بسیاری از موجوداتی که در گروه ذو حیاتین هستند جلدهای رنگی بسیار مقبول و البته زهری و درخشان دارند که سبب رانده شدن یا دور کردن دشمنان یا دشمنان خودشان را ترساندن دشمن از خودشان میشن. انواع ذو حیاتین بر اساس خصوصیات ظاهری این موجودات به سه گروه عمده تقسیم میشن که عبارت باشه از ذو حیاتین بدون پا، ذو حیاتین دارای دم یا دمدار و همچنین ذو حیاتین بدون دم. پس ذو حیاتین رو بتونیم به این سه بخش بر اساس ویژگی‌های ظاهریشان تقسیم بکنیم: بدون پا، دمدار و بدون دم. اینها بر اساس ظاهرشان میتونیم که به این بخش‌ها اینا رو تقسیم بکنیم. ذو حیاتینی که پا ندارن شامل کرم‌ها هستن بیشتر، بعضی از کرم‌ها و یعنی اسخای میکنم کرم‌ها نیستن بلکه کرمانند هستن، یعنی بدنشان شبیه کرم‌ها میباشه و از این خاطر میگم دست و پا ندارن و از طریق خزیدن روی زمین اینا حرکت میکنن و عمده‌ترین از اینها میتونیم که سیسیلین‌ها رو بگیم. پس ذو حیاتین بدون پا، بخشیم پایین جده ذو حیاتین بدون پا نمونه بارز از اینها سیسیلین هست که گفتیم اینها کرمانند هستند و
شبیه کرم ها هستن و بدون پا حرکت میکنن. زوینتن دمدار برعکس اینها دارای بدن نسبتاً طویل هستن، پاهای کوتاه دارن و دم نسبتاً دراز در بدن اینها وجود داره. نمونه از اینها میتونن سلمندرها باشه که اینها همین ویژگی رو دارن، یعنی بدن طویل دارن، دم نسبتاً دراز میداشته باشن. بعد از زوینتن بدون دم را برای شما معرفی بکنیم که در کتاب شما آمده که اینها بیش از 2000 نوع از ذوحیاتین بدون دم تا حالا شناخته شده که انواع بقه ها و کربقه ها را شامل میشن. پس بقه ها و کربقه ها اینا شامل ذوحیاتین بدون دم هستن که شما اینها را معمولا میشناسید. خب این ویژگی های ذوحیاتین و تقسیم بندی اینها را برای شما عرض کردیم. بیایم به سراغ یک گروه بسیار بزرگ دیگر از حیوانات فقاریه که عبارت باشه از خزندگان. خزندگان بخش دیگری از یا رپتیلی است. اینا موجودات هستند که بدن از اینها دارای یک پوست ضخیم و خشک هستند، برعکس بقه ها که مثلا در ذوحیاتین بودن گفتیم پوست اینها معمولا مرطوب هست و حتی تنفس پوستی میدانند داشته باشند. اما در خزنده ها پوست بسیار ضخیم و خشک را ما شاهد هستیم. ویژگی دیگر اینها هست که شبیه ماهیان اینها دارای فلس هستند. پس خزندگان را ویژگیش بسیار خلاصه برای شما نشان میکنیم، بعد تقسیم بعدی اینها را هم براتون میگیم. پوست بدن اینها هم ضخیم هست و هم خشک هست. ویژگی دیگر اینها هست که بدنشان دارای فلس هست. فلس معمولا عرض کردیم که ساختمان های شفاف نازک گرد شکلی هستن که بدن اینها رو پوشانده. خصوصیات که براتون عرض کردیم، یعنی پوست ضخیم و بدن دارای فصل دارای فلس، موجب میشه که خزنده ها بتونن که در محیط های خشک راحت زندگی بکنن و توافق خوب نسبت و محیط های خشک داشته باشن. جلد ضخیم اونها یک ویژگی دیگه هم داره که از تبخیر آب بدن اونها جلوگیری میکنه و خصوصیت دیگر اینا هست که چون در خشکی زندگی میکنن باید دارای ساختمانی به نام شش در بدن خود باشن که این شش ها را دارن و همین خاطر از هوای آزاد میتونن نفس بکشن. خب تخم خزندگان یک ویژگی داره که دارای قشر سخت میباشه. پس ویژگی سومشان ایست که تخمشان دارای یک قشر سخت میباشه. مثلا شما از جمله خزنده های مهمی که ما شما میتونیم مثال بزنیم، میتونیم سنگ پشت ها رو بگیم و یا مثلا موجودات مثل تمساح ها رو بگیم که اینها تخم های بسیار بزرگی دارند و پوشش بسیار سخت اطراف تخم را احاطه کرده. خب انواع خزندگان برای شما براتون بگیم که خزنده ها، گروهی از خزنده ها در گذشته از بین رفتن، یعنی نستشان کاملا منقرض شده از روی کره زمین که دایناسورها را ما شما مثال میتونیم بزنیم. دایناسورها در حقیقت از خزندگانی بودند که در گذشته جثه های بسیار بزرگی داشتند و از بین رفتند و امروزه فقط فسیل های دایناسورها در روی کره زمین باقی مانده. انواع دیگر از اینها میتونیم نمونه هایش مثل تمساح ها، سنگ پشت ها، سوسمار ها و مار ها را بگیم. خود مار ها هم شامل حیوانات خزنده می باشن. خب این هم از خزنده ها که برای شما گفتیم و نمونه های مهمش شما در زندگیتان دیدین یا در تلویزیون مشاهده کردین یا هم رفتین در باغ وحش دیدین که این حیوانات بسیار متنوع هستن و در زندگی مثلا مار از جمله موجوداتی که از شما دیدین یا سنگ پشت را حتما دیدین و یا تمساح ها را حتما در تلویزیون حداقل مشاهده کردین که اینها همگی از انواع خزنده ها هستن. بیایم به سراغ بخش دیگر که پرنده ها باشن. پرندگان گروه بزرگ دیگر از حیوانات فقاریه هستن یا اویس که برای شما اینها را هم به طور مختصر معرفی میکنیم. ویژگی های پرنده ها چی هست شاید عزیز؟ اولین ویژگی است که اینها بدنشان از پر پوشیده شده، بدن دارای ساختمان به نام پر که خود پر یک ساختمان هست که براتون میگم ویژگی خاص داره. پر و بدن پرنده ها را گرم نگه میداره چون هوا را در داخل در بین پرها قرار میگیره و نیز بعضی از پرندگان وسیله پروازشان هست. البته همه پرنده ها نمیتونن پرواز بکنن، مثلا شتورمرغ یک پرنده است که نمیتونه پرواز بکنه یا مرغ یک پرنده است که در هوا پرواز نمیتونه
ولی اکثر پرنده ها به خاطر همون پرها میتونن که پرواز بکنن. ویژگی دیگر اینهایی است که اینا دارهای نول یا منقار هستند. دارای منقار هستند که اصطلاحا ما شما در فارسی نول میگیم، نولدار هستند. تخمشان هم مانند پرنده ها داره قشر سخت هست، دارای تخم با قشر سخت هست. مثلا همه پرنده ها یک تخمی دارن که اطرافش یک پوشش کلسیم کاربونیتی سخت پوشانده. ویژگی دیگر پرنده هایی است که اینها خونگرم هستن، هومیوترموس هستن، به معنای ای که دارای درجه حرارت ثابت در بدن خود هستن. که درجه حرارت ثابت در بدن پرنده ها چند است شاید عزیز؟ 40 درجه سانتیگراد هست. 40 درجه سانتیگراد بدن اینها یک درجه حرارت ثابت داره، یعنی در محیط هرچه که درجه حرارت تغییرم بکنه بدن اینها به شکل ثابت هست. خب انواع پرندگان را هم برای شما انشالله معرفی خواهد کردیم که پرنده ها را در یک کتگوری از نظر ساختمان های پرشان بتونیم بگیم پرنده هایی که دارای پرهای نرم هستن و پرنده هایی که دارای پرهای سخت هستن. یک تقسیم بندی رو داریم که برای شما روی تخته خیلی مختصر تشریح میکنیم، پرهای نرم و پرهای سخت. از این یعنی از نظر ساختار پرشان میتونیم که به دو دسته اینا رو طبقه بندی بکنیم. بدن پرنده را پرهای نرم میپوشانه و اونها را گرم نگه میداره، و پرهای سخت که معمولا برای پرواز هست، یعنی عمدتا حیوانات یا پرندگانی که پرهای سخت دارن میتونن که پرواز هم بکنن. اینها دارای دم و بال هستن، دم و بال دارن و به همین خاطر با بالهای بزرگی که دارن میتونن که پرواز خودشان انجام بدن. خب درس ما به اینجا به اتمام میرسه شاگرد عزیز، امیدوار هستم که از درس امروزتان استفاده کرده باشین. حتما متن درستان رو به دقت بخونین و سوالات مربوط به این درس شما رو که در پایان فصل هست از همین متن که خواندین جوابش رو پیدا بکنین و بنویسین. تشکر میکنیم از توجه شما. تا دیدار آینده، خداوند حافظ و نگهدارتان.